سرخط مهمترین خبرها. همکاری امریکا در تامین امنیت میدان هوایی کابل ادامه می‌یابد. طالبان بازار ولسوالی اچین ننگرهار را آتش زدند. مخالفت عطا محمد نور با معرفی آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. طالبان بازار ولسوالی اچین ننگرهار را آتش زدند. منابع امنیتی در ننگرهار به خبرگزاری افاق میگویند که جنگجویان طالبان بازار ولسوالی اچین این ولایت را آتش زده و دکانهای این بازار را غارت کردند. فرید خان، سخنگوی پلیس ننگرهار، سه‌شنبه 11 جوزا با خبرگزاری افاق گفت که جنگجویان طالبان بعد از ظهر روز گذشته بازار ولسوالی اچین این ولایت را آتش زدند. سخنگوی پلیس ننگرهار افزود که جنگجویان طالبان پس از به آتش کشیدن بازار ولسوالی اچین، اموال تمام دکانهای این بازار را غارت کردند. به گفته فرید خان، جنگجویان طالبان هفته گذشته هم در سه رویداد دست به غارت اموال غیر نظامیان در ولسوالی اچین زده بودند. او افزود که طالبان با آتش زدن بازار خسارات سنگین را بر مردم وارد کردند. فرید خان همچنین گفت که والی ننگرهار این عمل طالبان را خلاف اصول اسلامی خوانده و از نیروهای امنیتی به دلیل پاکسازی بازار ولسوالی از وجود طالبان قدردانی کرده است. همکاری امریکا در تامین امنیت میدان هوایی کابل ادامه می‌یابد. حنیف ادمر، وزیر امور خارجه کشور، بعد از ظهر دوشنبه 10 جوزا با کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل دیدار و روی همکاری آمریکا و روند صلح گفتگو کرد. در این گفتگو طرف آمریکایی گفته است که همکاری آن کشور در تامین امنیت میدان هوایی کابل ادامه می‌یابد. وزارت امور خارجه در اعلامیه گفته است که کاردار سفارت آمریکا در این دیدار با اشاره به موافقتنامه دو جانبه امنیتی میان افغانستان و آمریکا اطمینان داده که کشورش به توسعه سکتور امنیتی افغانستان، به خصوص تأمین امنیت میدان هوایی کابل، به همکاری خود ادامه میدهد. امنیت میدان هوایی کابل پس از آغاز روند خروجی نیروهای خارجی نگرانی های را به وجود آورده است. پیش از این روزنامه بریتانیایی گزارش داده بود که قرار است یک واحد نظامی ترکیه تأمین امنیت میدان هوایی کابل را بر عهده بگیرد. این روزنامه به نقل از منابع خود نگاشته بود میدان هوایی یک نقطه حیاتی است و بدون آن راه امنی برای ورود و خروج وجود ندارد که افراد بتواند از آن بیرون بروند. بدون آن، یعنی میدان هوایی، کابل فرو می پاشد. نصیر فرزام در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: معرفی آمر امنیت فرماندهی پلیس بلخ جنجالی شد. منبع: عطا محمد نور، مانی معرفی خیر محمد اندرابی، آمر امنیت جدید فرماندهی پلیس بلخ شده است. رئیس جمهور غنی: برای تقویت حقوق کودکان برنامه ویژه داریم. رئیس جمهور کشور در پیام به مناسبت روز جهانی کودک گفته است که کودکان آینده کشور را می‌سازند و فردای روشن زمان ممکن است که به آنان توجه مناسب صورت گیرد. با گزارش سپوتنیک، همزمان با روز جهانی کودک، رئیس جمهور اشرف غنی با صدور پیام گفته است که جنگ در افغانستان میلیون‌ها کودک را از حقوق اساسی و رفاه زندگی از جمله آموزش محروم کرده است. او در عین حال تاکید کرده که دولتش روی برنامه ویژه‌ای در زمینه حقوق زنان کار می‌کند. در پیام اشرف غنی، سه‌شنبه 11 جوزا منتشر شد، آمده است که تجلید از روز بین‌المللی کودک این فرصت را فراهم می‌کند تا یک بار دیگر در زمینه حل مشکلات کودکان، فراهم آوری زمینه‌های بهتر آموزش و تربیت و آینده درخشان برای آنان تمرکز و توجه نماییم. اشرف غنی گفته که کودکان آینده کشور را می‌سازند و فردای روشن زمان ممکن است که با آنان توجه مناسب صورت گیرد. رئیس جمهور افزوده است که گرچه میلیون ها کودک به دلیل جنگ و نارامی هنوز از حقوق اساسی و رفاه زندگی از جمله آموزش محروم هستند، اما امید و خوشبختی این است که اکنون کودکان بیشتر از زمان دیگر به مکتب می روند. او علاوه کرده که حکومت متحد به تامین حقوق اساسی کودکان است، اما در عین حال کار بر روی برنامه های خاص و معین برای تقویت و تداومی این حقوق است. این در حال است که بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، کودکان و زنان 43% تمامی تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهند.
همزمان صلح با طالبان در کنار تشدید بهروی خشونت ها نگرانی های تازه را درباره حقوق زنان و کودکان ایجاد کرده است. دبیر کل ناتو: وضعیت افغانستان چالش برانگیز است. دبیر کل ناتو میگوید که با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، وضعیت امنیتی این کشور دشوار و چالش برانگیز است. دبیر کل ناتو دوشنبه در جوزا در یک نشست خبری در بروکسل گفته است که تصمیم خروج نیروهای این سازمان از افغانستان خطرات را به همراه خواهد داشت و گفته او با ماندن خود خطرات بیشتر را با نبردهای بیشتر، جنگهای بیشتر، تلفات بیشتر و حتی افزایش نیروها به میان می آوردیم. دبیر کل ناتو افزوده است که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان به پایان می رسد، اما همکاری این سازمان با مردم افغانستان به شیوه دیگر ادامه می یابد. دبیر کل ناتو گفته که در اینجا شک نیست که افغانستان با چالش های جدی روبرو است، اما در برخی از مراحل باید افغانستان ها خود مسئولیت کامل آینده کشورشان را بر عهده بگیرند و تنها راه دستیابی به صلح پایدار در افغانستان، صلح متعلق به افغانستانی ها و به رهبری آنها است. و گفته دبیر کل ناتو این سازمان پس از پایان دادن به حضور نظامی خود در افغانستان با نیروهای امنیتی در بخش های مشورت دهی و ظرفیت سازی آنها کمک می کنند. ما زمینه آموزش نیروهای امنیتی در بیرون از افغانستان را فراهم کردیم و همچنین بودجه قابل توجهی را با آنان اختصاص می دهیم. سرنوشت مبهم ارتش: اقتدار یا فروپاشی. علی موسوی، تحلیل از خبرگزاری افاق. ارتش ملی بی تردید در حال حاضر مقتدرترین نیروی است که برای امنیت افغانستان می جنگد و جلو سقوط و فروپاشی دولت را گرفته است، چیزی که فلسفه و کارکرد وجودی این نیروهای نظامی هم محسوب می شود. اما وضعیت جاری به اندازه مبهم و پیچیده است که موجب افزایش نگرانی ها درباره آینده این نیروها شده است. واقعیت تلخی که به این نگرانی ها دامن می زند، کاهش محسوس و خطر قطع کامل حمایت های خارجی از این نیروی ملی است، ضمن آنکه افغانستان در گذشته تجربه فروپاشی ارتش و باران های ناشی از آن را هم داشته است. دبیر کل ناتو اما می گوید که دولت به نیروهای مسلح افغانستان از توانایی کافی برای دفاع از خود بدون نیاز به حمایت نیروهای بین المللی برخوردارند. دبیر کل ناتو در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفته است در یک مقطع: این افغان هستند که باید مسئولیت کامل صلح و ثبات در کشورشان را بر عهده بگیرند. ناتو در سال 2003، یعنی 2 سال بعد از سقوط طالبان، در حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا به دلیل پناهداران اسامه بن لادن رهبر القاعده، مسئولیت امنیت افغانستان را بر عهده گرفت.